ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. انشاءالله که خداوند در این ماه مغفرت و رحمت همه شهدای عزیز رو، امواتمون رو، حق دارانمون رو، پدر مادرهایی که از این جنب رحمت خدا رفتن، همشون رو شریک ثواب این جلسه بگرداند، شاد و بهرمند کند. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خطبه 222 رو پیرامونش بحث و گفتگو داشتیم، در مورد اهل الذکر بود، یعنی خطبه 222 صفحه 322 خطبه 222 صفحه 322 خطبه 222 ما وسطای خطبه هستیم. موضوع این خطبه شرح آیه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله بود، که حضرت فرمودن ان للذکر لأهلا. یه عده از انسان ها هستن که اینها اهل ذکرن، یعنی پیوسته یاد خدای متعال هستن، انقدر ذکر براشون شیرین است و دلداده یاد خدا هستن که اون ذکر رو به جای دنیا انتخاب کردن، یعنی دیگران از دلدادگی به دنیا میخوان لذت ببرن، اولیای خدا هم از یاد خدا لذت میبرن. به ما هم گفتن اینو از خدا بخواید، اللهم ازقنی حلاوت ذکرک، خدای شیرینی یاد خودت رو به من بچشان. خب حضرت فرمود که ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بیع. تجارت، معامله، هیچ تجارتی، هیچ معامله اونا رو از ذکر مشغول و غافل نمی کند. یعنی اسلام نمیگه اگر میخوای آدم خوبی باشی تجارت را، معامله را، فعالیت های دنیوی را ترک کن. نه، یاد میده که چگونه تو متن فعالیت های دنیوی باشی ولی خدا را هم فراموش نکنی. این هنر تربیت اسلامی است، چگونه یک کسی کارهای معمولی زندگی دنیویش انجام بده. حالا چگونه می شود ما کارهای معمولی زندگی دنیوی رو انجام بدیم و این ما رو غافل از یاد خدا نکنه؟ اولا خود نیت، خود نیت کمک میکنه. اینکه من اگر میخوام ثروتی حلالی به دست بیارم که خدایا تو دوست داری من این کار رو انجام بدم، خود این که توجه میکنه انسان به خدا، میگه خدایا برای تو این تجارت رو انجام میدم، برای تو خانوادم رو میبرم تفریح، برای تو میرم دیدن اقوام، خود این نیته کمک میکنه. آغاز این عمل نیتش این باشد که به امر خداست، به دستور خداست، برای کسب رضایت خداست. به هر حال ما دو تیپ کار داریم، یک کارایی هست عزیزان که ظاهرش دنیویه، یک کارایی هست ظاهرش اخرویه. ظاهر اخروی مثل نماز، مثل دعا، مثل حرم رفتن، اعمال عبادی، اینا رو میگن عمل الاخره، در خطبه 32 داریم. یه سری کارا هست که اهل دنیا هم انجام میدن، مثل تولید ثروت، مثل تفریح رفتن، مثل دید و بازدید، مثل غذا خوردن، مثل امور زندگی رو سامان دادن. خب اینا همه اهل دنیا برای که زندگیشون گذران بشود کارهایی رو برای دنیاشون انجام میدن. حالا بحث سر اینه که آیا میشود مثل نماز، همین کارهایی که ظاهرش دنیویه جزو کارهای عبادی به حساب بیاد؟ بله. چگونه؟
یک نیت، این نیت کمک میکنه. دو، طبق دستورات این کارا رو انجام بدین. اون کسی که متدین نیست حلال و حرام و قاطی میکنه، اصلا فرقی براش نمیکنه. حیوانات اینجوری هم دیگه، الان خدای متعال برای حیوانات حلال و حرام تعیین نکرده، برای انسان حلال و حرام تعیین کرده. اینا که بیتوجه هستن به حلال و حرام خدا، یعنی دارن خودشونو تحقیر میکنن، خودشونو کوچک میکنن. اینا مال انسانه، چون انسان موجودیست ارزشمند و عاقل، خدا براش دین فرستاده، خدا براش قرآن فرستاده، براش پیامبر فرستاده، دستورات دارد. پس یک نیت، دو همین کارهای دنیوی رو اونجوری که خدا دوست داره اونجوری انجام بدیم. ولذا در روایت داریم لا عمل الا بالنیه ولا نیه الا باصابت السنه، یعنی اول نیت، بعد این نیتت هماهنگ باشه با سنت. یعنی سنت، روش پیامبر چیه، روش دینی چیه. خب اسلام میگه مال حلال، بعد اگه کسی میخواد قواعد کسب مال حلال رو یاد بگیره، باید هر کسی مرجع تقلید داشته باشه، در هر زمینه فروعات فرعی فقهی اون جزئیاتش ذکر شده دیگه. هر چیزی آدابی داره، ازدواج آداب اسلامی دارد، کسب ثروت آداب دارد، معاشرت ارتباط آدابی دارد، این آدابش آدم باید یاد بگیره. اینم پس دو، این کمک میکند به اینکه این کارهای دنیوی معنوی باشد. همین کارهای دنیوی، همین پول درآوردن عبادت باشد، همین تفریح کردن عبادت باشد. در دعای کمیل میگید اسألک ان تجعل اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، خدای از تو میخوام همه عملهای من با تمام پراکندگی که داره اما یه چیز به حساب بیاد، مثل این تسبیح دیگه، دانه های تسبیح پراکنده، اما چون از توی همه اینها یک نخ عبور کرده، اینها یک نظمی گرفته، دور هم قرار گرفته. حالا اگه اعمال ما مثل این دانه های تسبیح باشه ولی یه نخی از توش عبور کنه، اون نخه چیه؟ نیت، نیت خوب. و اون دیگه چی؟ طبق دستور شکل عمل خدا پسند باشه، پیامبر پسند باشه. حرم امام رضا تشریف میبرید، در مورد خود امام رضا علیه السلام به آقا شهادت میدید که واتبعت سنن نبیه، من شهادت میدم شما سنی هستید. سنی هستید یعنی چی؟ یعنی شما به سنت پیامبر عمل کردید، شما آشنای با سنت پیامبرید. بعد برای خودمونم میگیم مستندتن به سنن اولیائک، خدا یک کار کن منم به همون سنت ها عمل کنم. این دو. سوم، از چیزایی که کمک میکنه که این اعمال مادی و دنیوی رنگ و بوی معنوی بگیرد، اینه که ما این اعمال رو با یاد خدا آمیخته کنیم. مثلا هر کار رو میشه با بسم الله شروع کرد. توصیه کردن، گفتن آقا سعی کنید کاراتون رو با بسم الله شروع کنید. غذای خوابیدن، سرویس بهداشتی، استحمام، در مغازه باز کردن، سوار ماشین شدن، اینا رو میشه با یاد خدا آمیخته کرد و از کارش آدم یاد بگیره، لابلای همین کاراش اون از کار را اونا رو بگه. از خونه میخواد بیاد بیرون میگه لا اله الا الله حسبی الله توکلت علی الله. پس اینم کمک میکند. اون وقت حالا یه وقتایی هم دیگه بنزینش آدم تمام میشه، بنزین معنویش، موقع زور میشه، میاد انسان در پیشگاه خدا قرار میگیره و نماز میخونه و یک انرژی تازه‌ای میگیره. یعنی در حقیقت موقع نماز ما انرژی معنوی میگیریم، این سوخت رو در بیرون از نماز مصرف میکنیم، تو این جلسات اون انرژی معنوی حاصل میشود. اینا کمک میکنه به اینکه انسان جزو دائم الذکرها به حساب بیاد. اهل بیت علیهم السلام دائم الذکرن، ولی خب ما میدونیم اینا اینجوری نبوده که مثل مثلا مسیحی ها بگن آقا ترک دنیا کنیم و همش ذکر بگیم. نه، امیرالمومنین علی علیه السلام ثروت های فراوانی تولید کردن. یک قلم از خدمات مالی امیرالمومنینی که هزار برده را من کد یمینهی آزاد کرد، یعنی زحمت کشیده بود آقا، ثروت تولید کرده بود، بعد اون پولشو صرف آزاد کردن برده ها کرد.
چاه‌های زیادی امیرالمومنین حفر کردن، اینا رو وقف کردن، نخلستان‌هایی رو آباد کردن، اینا رو وقف کردن. یه وقت یک کسی امیرالمومنین رو دید، آقا روی پشتشون کیسه‌ای گرفته بودن، گفت این چیه؟ حضرت فرمودن اگر خدا بخواهد نخلستان است، دانه های خربا بود توش. اینجوری فکر نکنید اینا اینقدر به فقرا و گرفتارا کمک میکردن، دستشونو میزدن به خاک طلا میشده، میتونستن ولی از این روش استفاده نمیکردن. اهل تجارت بودن، اهل تولید ثروت بودن، اهل مسائل اجتماعی بودن، تو متن اجتماع بودن. این جمله غلطی که غلط اندازه، میگن 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین، بعد اصلا خانه نشین نبوده. آقا حکومت رو گرفتن، تولید ثروت رو که نگرفتن، باغداری رو که نگرفتن، ارتباطات رو که نگرفتن، کلی آقا کار کرد. ولی زاد وقتی که خلیفه سوم کشته شد، اصلا همه اومدن در خونه امیرالمومنین. یعنی اگر 25 سال کسی تو جامعه نباشه که همه فراموشش میکنن. اینکه کشته میشود عثمان، همه میان در خونه امیرالمومنین، یعنی توی خاطره و اذهان هست، این تو متن اجتماع بوده است. پس اهل بیت هم یک سره عبادت نمیکردند، یک سره ذکر لسانی نمیگفتند، کارهاشون به امر خدا، به عشق خدا، همراه با یاد خدا بوده است. ولی دا ممکنه یک خانمی داره آشپزی میکنه، داره عرض شود زندگی رو مهیا میکنه برای یک زیست مناسب برای همسر و فرزندانش، این میشه عبادت. الکادو، من اینو معمولا وقتی سوار سرویسی بشم، راننده های تاکسی زحمت میکشن، این روایت رو براشون میخونم. الکادو لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، توی همین نهج البلاغه است. امیرالمومنین فرمود کسی که با زحمت نان حلال به دست میاره مثل مجاهد در راه خدایه، یعنی شأن و فضیلت حاج قاسم سلیمانی رو داره. از اون ور برای خانم ها فرمودن جهاد المرأت حسن و تبعول، اون خانمی که زحمت میکشه تا یک زندگی رو، یک شرایط زیبایی فراهم کنه که واقعا خونه مسکن باشد، یعنی محل سکونت. منزل رو میگن مسکن، همسر رو میگن مایه سکونت. برای که واقعا خونه مسکن باشد و محل آرامش باشه، خب زحمت میخواد دیگه. پدر سر کاری میکنه و ثروت تولید میکنه، خانمم از شود این اسباب رو فراهم میکنه و این شرایط خوب فراهم میکنه. اینم فرمودن جهاده. جهاد یه واژه مقدسه. اگه یادتون باشه یه سال حضرت آقا اسم اون سال رو گذاشتن جهاد اقتصادی. اقتصاد به جهاد چه ربطی داره؟ جهاد یه واژه مقدسه. اقتصاد مال اهل دنیای نه. اگر کسی تولید ثروتش، کار اقتصادیش به عشق خدا باشد، نیت خوب داشته باشه، طبق دستورات باشه و زندگیش هم با ذکر آمیخته بکنه، این همش عبادت به حساب میاد. دیگه فرقی نیست بین نماز و بین اون اعمال به ظاهر دنیوی. پس فرمود فلم تشغل هم، مشغول نمی کند اونها را هیچ گونه تجارت و معاملی از یاد خدا. حالا تجارت مثاله، نماد یک کار دنیویه، فقط منظور تجارت نیست، تفریح هم شامل میشه، بازی کردن با بچه هم شامل میشود و امور شون دنیوی. این فقط منظور تجارت نیست که بگیم اونا وقتی تجارت میکنن خدا رو فراموش نمیکنن، نه، یعنی کارهای به ظاهر دنیوی اونا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. دلیلش هم اینه که امر خدا رو در نظر میگیرن، نیتشون درسته، چارچوب عمل هم درسته، دلشون هم که متوجه به خدای متعال میکنن. بعد فرمود یقطعون بهی ایام الحیات، به وسیله یاد خدا سپری میکنن روزگار زندگیشون رو. این فرقشه. ما وقتی که روزگار رو سپری کنیم با یاد خدا، اون قطعات عمرمون نورانی است. اون وقتی که گناه کنیم، اون قطعات عمرمون تاریک است. اون وقتی که گناه هم نکنیم، غافل باشیم، هیچ و پوچ، نه مفیده
نه مضره، فقط حسرت داره. مثل این که یه کسی پول بخره، با پولش بره سم بخره، سم بخوره، خب این داغون کرده خودش. یه کسی پولاشو هدر بده. سه جور آدم ها سپری میکنن روزگار عمرشان را، اونو تبدیل به نوری ماندگار میکنند با همین بندگی خدا، تبدیل به ظلمت میکنند، تبدیل به عذاب میکنند با گناه، هیچی هدر میدن. مدل سوم، این مدل سوم روز قیامت قصه میاره دیگه که ای وای چرا هدر دادم این ثانیه را. تو همین نهج البلاغه است که دنیا آزمایش خانه است که اگر کسی ثانیه ای را هدر بدهد قصه میخورد. ولذا ماه رمضان ماه تمرین استفاده حد اکثری از عمره، یعنی حریصمون کردن که از ثانیه ثانیه استفاده کنیم. چجوری حریصتون کردن؟ اولا گفتن آقا همین نفست، همین نفس عبادت، انفاسکم فیه تسبیح، تو ماه رمضان نفس ها سبحان الله به حساب میاد. خب بعد گفتن که خوابتون هم عبادته. بله خدا قبول کنه، بعضیا ماشاءالله تو ماه رمضان از این نوع عبادت زیاد دارن. عبادت از طریق خوابم از او عبادتاییه که دیگه مولا درزش نمیره. میدونی چرا؟ چون ریا ندارد، عجبم نداره. عبادات دیگه در معرض دو تا عیبه، یک عیبش اینه که ریا کنه، یک عیبش اینه که پوز بده به دیگران بگه ما اینقدر عبادت کردیم فخر بفروشه. ولی کسی که خوابیده نمیگه که من 8 ساعت خوابیدم تو 6 ساعت خوابیدی، نه ولی خدای بزن. حالا یا یه قرآن بخونه ثواب ختم کل قرآن داره، حریصمون کردن برای اینکه استفاده حد اکثری کنیم. ولذا تو تعقیب ماه رمضان داریم، من در ماهای دیگه ندیدم که بگیم انتو تیل عمری و تو وسع علی رزقی، خدای عمر من رو طولانی کن. چون میبینه عجب چه ماه پر برکتی، ثانیه ثانیهش استفاده میشه، مفیده. یعنی کسی مؤمن باشه تو ماه رمضان قرار بگیره، یک سره داره فیض میبره. حالا بعضی ها فیض بیشتری، بعضی ها فیض کمتری، ولی کسی نیست که محروم باشد. اصولا اسلام اینه، به آدم ها یاد میده که از عمرشون استفاده حد اکثری بکنن. راهش هم اینه که عزیزان توجه کنید اون ابدیتی، به ابدیت اولا زیاد فکر کنید، به ابدیت زیاد فکر کنید، بعد اون ابدیتی که در پیش داریم با استفاده از همین ثانیه ثانیه ها اون آباد میشه. حالا سوال، نسبت اون ابدیت، نسبت ابد یعنی یک میلیارد سال، بازم اصلا تموم نمیشه دیگه، زندگی ابدی، نسبت اون زندگی ابدی با این ثانیه ها چیه؟ این ثانیه ها خیلی ارزشمند میشه، این ثانیه ها خیلی ارزشمند میشه. ما دقیقا میدونید مثل کی هستیم؟ مثل بچه‌ای که پول نمیشناسه، طلا نمیشناسه، اسناد میلیاردی رو نمیشناسه. این اسناد میلیاردی رو حاضر آتش بزنه، حاضر پاره کنه، حاضر با یه شکلات عوض کنه، یعنی اسناد میلیاردی رو ازش بگیرن یه شکلات هم بدن، خوشحالم هست که میگه سر طرف رو کلا گذاشتیم، کاغذهای بی خود دادیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارت، در ضرر فرو رفته است، مگر کسی که از خواب بیدار بشود. ولذا ما از اشکالاتمون همینه که اگه پول گم کنیم قصه میخوریم، اگه عمری هدر برود قصه نمیخوریم. شما میدونید همین نماز جماعت، اگر به این مقدار دیر برسید که امام جماعت بگوید الله اکبر و بسم الله رو بگه و شما هنوز الله اکبرتون رو نگفتید، یعنی درک نکنه آدم بسم الله امام را، ثواب عظیم غیر قابل جبران رو از دست میده. خب اینا رو وقتی ما هرس پیدا میکنه میفهمیم که به اون ابدیت توجه کنیم، بدونیم کجا هستیم و کجا داریم میریم. وقتی آدم غافله، نه الان بچه های شما، بچه نوزاد، کودک، اینا اصلا
ضرر نمیفهمن یعنی چی. این هر موقع گرسنه دادش بلنده، سیره دیگه دادش بلند نیست. توی همین نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود بعضیا اینجوریان، از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، شکلشون مثل انسانه، باطنشون مثل حیوانه. حیوان چجوریه؟ حیوان همین شکمه براش مهمه، شکمی سیر باشه دیگه قصه دیگه توی این عالم ندارد. خدا نکنه انسان اینجوری باشه. بنابراین اینجا یه عبارت اینه، یقتعون بهی ایام الحیات، روزهای زندگی رو با یاد خدا سپری میکنن. بعد فرمود یهتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین. اگر ببینن عده غافلن دارن گناه میکنن، از سر دلسوزی و محبت فریاد سر میدهن، میگن بابا این گناهه، این گناه دنی داری روح تو آتش میزنی. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی اون عملی که موجب آتش زدن روح هست، اون عملی که موجب کثیف شدن روحه. همینجور که بچه نمیفهمه لباسشو کثیف میکنه و مادرش هرس میخوره، حالا اهل البیت هرس میخورن که ما گناه میکنیم. چرا؟ چون این روح کثیف میشه. ولذا میگن مقدمه همه چیز انسان شناسی است، خودشناسی است. برای اونایی که اهل ذکرن قصه گناه دیگران رو میخورن، دلشون به حال اونها میسوزه. حضرت فرمود یهتفون، هاتف یعنی کسی که فریاد میزنه، یهتفونه یعنی فریاد میزنن، به زواجر، زواجر یعنی اون نواهی، یعنی اون چیزایی که باز میداره آدم ها رو، دستوراتی که باز میداره آدم ها رو از گناه، به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین، تو گوش آدم های غافل اون نواهی خدا را متذکر میشن، میگن بابا خدا خیرتون رو میخواد. همه ما، همه عالم یک سر گناه کنن، خدا چه ضرری میکنه؟ در ابتدای خطبه متقین داریم امیرالمومنین فرمود خدا آدم ها را آفرید، اگر همه گناه کنن خدا ضرری نمی کن. همه هم نماز بکنن، همه عبادت کنن، خدا سودی نمی بره که، خدا نیازی ندارد. این ما هستیم که ضرر می کنیم. باید به دیگران مقدمات نهی الهی رو توضیح داد. اون مقدمات چیه؟ توجه دادن به این که خدا خیر آدم رو می خواد با این دستورات. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. فرمود خدا آسانی میخواد، خدا سختی نمیخواد. خب ما میگیم اگه خدا آسانی میخواد پس این دستورات یعنی این سختی میداره دیگه، بالاخره سحر آدم بلند شه. درسته؟ در ارتباط با نامحرم آدم چشمشو کنترل کنه، خادما حجاب داشته باشن، خب محدودیت درست میکنه. یه جایی مثلا قدیما می نوشتن که حجاب محدودیت نیست، مسئولیت نه، محدودیت هم هست ولی محدودیتش بد نیست. چی میگی محدودیت نیست؟ الان بنده این لباس روحانیت می پوشم، همین لباس محدودیت، یعنی گاهی می بینم به دست پای آدم گیر میکنه دیگه. تو تابستون این امامه رو میذاریم و قبا و عبا و خب گرماش آدم حس میکنه. آقا نگی محدودیت نیست، بگی محدودیت خوبه، هر محدودیتی بد نیست. چطور تو ایام کرونا که هنوزم حالا کاملا از بین نرفته، یا وقتی که سرماخوردگی داریم برای که دیگران گرفتار نشن ماسک میزنیم. این ماسک بالاخره آدم راحت تر نفس نمیکشه با وقتی که ماسک نداره هم راحت تر نفس میکشه. هر محدودیتی بد نیست، محدودیت هایی که خدای متعال تعیین کرده برای ما، اینا برای پیشگیری از محدودیت های بیشتره. 10% محدودیت داشته باشیم یا 1000% محدودیت. توی کرونا میگفتیم بابا این نفس تنگی از طریق ماسک رو تحمل کن تا اون نفس تنگی های 1000 برابری رو تخت بیمارستان رو تحمل نکنی.
اینجوریه. محدودیت ها بد نیست، عقل میگه یه جایی محدودیت خوبه. الان رانندگی میکنیم، خب میگه کمربند ببند، با این مقدار سرعت حرکت کن. همش قوانین، اصلا دنیا پر قانونه، همش دارن آزادی ما رو با قانون میگیرن، نمیگیرن ها، با قوانین آزادی ما را محدود نمیکنن. یه اینجا ورود ممنوعه، چراغ قرمزه، با سرعتت اینجوری باید باشه. راهنمایی رانندگی یه عالمه قانون داره. اونجا چون مسئله دنیای ماست، این از این محدودیت ها و اوغلا استقبال میکنن. منتها مسئله آخرت را و مسائلی که مربوط به روح آدم ها نمیفهمن و بهش توجه ندارن. بنابراین اینجا میگن فریاد میزنن زواجر را. زواجر یعنی زجر، یعنی منع، یعنی اون دستورات خدا که بشر رو منع میکند از گناه. اون نهی ها را، اون زواجر را اهل الذکر تو گوش آدم های غافل فریاد میزنن که نکن این کار را، خودت ضرر میکنی، این گناهان اینا خودتون رو گرفتار میکنه، اوضاع رو بدتر میکند. حالا یه مقدارشو بشر میفهمه، یه مقدارشو نمیفهمه. مثلا نسبت گناه با تنگی معیشت رو بشر نمیتونه بفهمه، ولی نسبت داره، یعنی ارتباط داره. فرمود استغفرو، استغفار کنید ببینید چگونه نعمت ها فراوان بشود. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، که اگر اهل آبادی ها ایمان آورده بودند و تقوا را رعایت کرده بودند، بر اونها میگوشودیم برکت های از آسمان و زمین. لاكلوا من فوقهم، نعمت فراوان میشد، رزق زیاد میشد. گناه تأثیر منفی در معیشت ما دارد، هر گناه تازه یک بیماری تازه، عمر آدم ها رو کوتاه میکنه. الان علمای ما، اولیای خدا با این همه قصه‌ای که در مقایسه با دیگران بیشتر دارن، ولی میانگین عمرشون از دیگران بیشتره، بخاطر رعایت ها بیشتره. این دستورات دنیای آدم ها رو هم میخواد آباد کند، فقط برای آخرت نیست. خب پس فرمود یحتفون به زواجر ان محارم را فی اسماء الغافل، یه عده غافلن باید تو گوششون مهربانه فریاد زد، اونا رو از خواب غفلت بیدار کرد که آه کجا داری میری، چی کار داری میکنی، این راهی که داری میری این راه بدبختیه، تهش شقاوت هست. خب و یامرون بالقسط، بعد فرمود اینایی که اهل ذکر و اهل عبادتن امر به عدالت میکنن. یامرون بالقسط و یعتمرون به، خودشون هم تو زندگیشون عادلن، امر میکنن به عدالت. ببینید امام زمان که بیان میگن جهان پر شده است، کما ملئت ظلمن و جورا. وقتی میان که زمان جهان پر شده است از ظلم، از انحرافات، یملع الله بهی عدلا و قسطا، آقا که میاد پرچم عدالت رو، او هم عدالت جهانی را بلند میکنن. خب الان اینجا مهدی است و به نام امام زمان اینجا ساخته شده، دل ما متوجه به امام زمان. خب آقا میخواد عدالت را به گستراند، ما هم منتظر اون عدل گستر هستیم. خب خودمون باید عادل باشیم دیگه، خودمون باید ظلم رو از تو زندگیمون حذف کنیم. در یکی از خطبه ها داریم امیرالمومنین فرمودن الا و ان الظلم ثلاثه، سه نوع ظلم هست. یک ظلم شرک، که ما الحمدلله تو خانواده بت پرست و گاو پرست نمیدونم چی و چی توی عالم هنوز شرک جلی زیاده، الحمدلله تو چنین خانواده‌ای به دنیا نیومدیم، شرک جلی نداریم، ولی گرفتار شرک خفی هستیم. شرک‌های خفی رو باید از بین ببریم، مثل ریا.